سلام خدمت شما عزیزان، خدا بخش هستم. میخوام که پارت سوم رو انشالله شروع بکنیم که بیشتر رو محوطه مدل کردن، محوطه آزادی در واقع کار خواهیم کرد. خب قبلش تشکر کنم بابت همکاری که کردین تو این آموزش با بنده و تمرینهای خوبی که برای من فرستادین. خودم فکرشو نمی کردم که بتونیم به این خوبی تمرین ها رو انجام بدیم، این تو این وسعت و با این تعداد نزدیک 50 نفر در تمرین ها رو پارت اول رو فرستاده بودم و برای پارت دوم هم به همین شکل. خب برای کشیدن قسمت های اطراف آزادون، شکل های لونه زنبوری که داره، ما یک صفحه زیر این آزادی مثل دفعات قبل حالت بلوپرینت خواهیم کشید. خب من این صفحه رو ایجاد میکنم، پنجره متریال یک متریال رو بهش میدم. خب برای اینکه این متریال رو در واقع بتونیم شبیه همون کف در بیاریم، توی دیفیوزش بیت مپ و باز از همون بلو صفحه که بلوپرینت ها رو من از اونجا تعیین کردم یکی رو انتخاب میکنم. خب اون رو در واقع شو باید بکنیم. خب من از شو ریلستیک استفاده میکنم این صورت که کیفیت بهتری بتونم داشته باشم. بتونم یه تاپ میرم و حالا باید با اسکیل کردن این صفحه اون در واقع مچ کردن رو انجام بدم. الان خوب هستش، تمام مد شد. خب خیلی از دوستان سوال کرده بودن و هنوز بعضی از دوستان با این قضیه درگیر هستن که چطوری ما کیفیت بلوپرینت رو افزایش بدیم. خب توی ورژن های مختلف ممکنه با شکل های مختلف مواجه بشین. خب اگر که شما توی قسمت کاستومایز پریفرنس و ویوپورتتون کانفیگر ویوپورت کانفیگر درایورتون غیر فعال باشه، یعنی دارین از حالت نیتروس استفاده میکنید. خب توی حالت نیتروس که هستین میتونید شو ریالیستیک استفاده بکنید برای افزایش کیفیت و همچنین توی قسمت کانفیگوریشن ویوپورتتون میتونید در کیفیت رو اینجا هم بالا برید. توی قسمت دیسپلی پرفورمنس میزان در واقع تکسچر مپ رو پیکسلش رو افزایش بدید، این باعث میشه که شما با پیکسل بالاتری این تکسچری که روی اون پلی میندازیم رو ببینید. خب حالا اگر که شما از حالت نیتروس استفاده نکنید، خب من تو کاستومایز پریفرنس و ویو پورت چوز درایور هم میذارم روی حالت لجیسی داری تی بی دی و اوکیش میکنم. خب این پیغام رو هم جدی بگیرید، هر بار که تغییر میده من که تقلید اعمال بشه باید برید مکستون رو ریست بکنید، خاموشش بکنید، مکس رو ببندید دوباره باز بکنید. خب که من بتونم الان به کانفیگر دسترسی در واقع پیدا بکنم بعد این کار رو انجام بدید. خب من این کار رو انجام بدم که شما باز ببینید که به چه صورت این تنظیمات انجام میشه. این مرحله رو من سیو میگیرم به عنوان پارت 3. خب مکس رو بار میبندم دوباره در واقع بازش میکنم. خب دوباره مکس رو باز کردم، فایلم رو اینجا باز میکنم که شما ببینید. خب ببینید توی این حالت شما توی در کانفیگ ویو پورتتون اون قسمت رو ندارید که بخواین در اون دیسپلی پرفورمنس رو دیگه ندارید. خب این بار باید از این سمت شما این رو تنظیم کنید، کاستومایز پریفرنس و توی قسمت ویو پورت کانفیگر درایور رو میزنید و اینجا حد اکثر رزولوشن رو شما انتخاب میکنید.
خب این رو هم اوکی میکنم و این رو باید اول دوباره باکس ریستش بکنم که بتونم اون شکل رو در روش ببینم. خب بذاریم من این رو از داخل پنجره خودش این کار انجام بدم، چون یک بار این کار انجام شده بود. و اینجا هم که سایه ها رو میتونید از بین ببرید، توی قسمت Ambient Occlusion Lighting and Shadows Main و Enable Harvest Shading رو کلا براش غیر فعال میکنه که سایه ها هم از بین بره. خب اینجا در واقع کیفیت کار شما به این حد رسیده و وقتی دیگه از این حد بیشتر کیفیت رو نداریم، یعنی که خب عکسی که در اختیار داریم عکس مناسبی نیست و دیگه نهایت کیفیت ما همین هستش. خب من شکل رو در واقع حالت اول برمیگردونم، کاستومایز پرفرنس و هم حالت نیتروس در واقع من کار میکنم. اینجا دوباره باید یک بار عکس رو ببندم و دوباره باز بکنم. خب کار مدل سازی اینجا شروع میشه. من باز یک روب کار رو میتونم مدل بکنم و بعد از سایمتری استفاده بکنم. خب من با لاین این خطوط رو ایجاد میکنم به این صورت. خب قسمتی هم که اینجا وجود داره یه دواتی تو رفتگی هستش که سری پله میخوره میره پایین، بعد دوباره پلهایی میخوره و دوباره برمیگرده بالا و یه تو رفتگی رو ما اینجا داریم. خب من فعلا این قسمت رو مدل نمی کنم چون عکس کاملی ازش ندارم. خب یه پایین اومدن هم اینجا ما داریم، قسمتی که در واقع سر پله خورده و داره میاد پایین و آزادی توی این قسمت یه نشستی داره زمینش. خب من این عکس هایی که اینجا گذاشتم در واقع برای همین قسمت هستش. ببینید اینجا یک سری حوض داریم، بعد دوباره این پله ها میخوره پایین و دوباره یک سری حوض دیگه شروع میشه. این قسمت هستش. خب یه حوض گرد هم اینجاست و یک سری حوض هایی که به صورت کوچیک کنار قرار گرفتم که این رو هم ما باید در مدلش بکنیم. خب حوض گردی هم که اینجا بعدا قرار بود. خب من این قسمت رو که ایجاد کردم میتونم میرورش بکنم و یا سایمتریش بکنم و قسمت های دیگر هم ایجاد بکنم. یه در شکل حالا شماتیک رو هم بذاریم از اینجا ما بکشیم فعلا داشته باشیمش تا اینکه اگه نیاز بود بریم رو مدل سازیش کار بکنیم. به این صورت. خب یک زمین هم ما برای کارمون احتیاج داریم، خط دوره من مدلش بکنم. خب این دوتا نقطه رو من اونجا میتونم به هم دیگه وصلشون بکنم و در اون نقاطی که من به هم وصل کردم رو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم، بیزیر کورنر رو میزنم تا دستگیرهای کنترل انحنا رو به من بده. خب تو حالت موو توی دوتا محور فعالم
این دستگیرها رو حرکت بدم. خب برای اینکه این بهتر روی کار قرار بگیرم، میزان اینترپولیشن رو هم زیاد میکنم تا این شکستگی ها رفع بشه. اتاق نیازی نیست که این رو خیلی زیاد بکنیم، ممکنه با 15 هم کاملا مشکل منو برطرف بکنه. نیاز نیست که از 15 بیشتر باشه که بخواد حجم زیادی رو اشغال بکنه. خب برای کل قسمت زمین هم میتونم از یک بیزی استفاده کنم، یا باز میتونم اونجا از لاین هم استفاده کنم. میتونم شما در دو تا نقطه رو به این شکل بند یه وصل کنه و یک منحنی رو از توش در واقع در بیارید. خب همین نقاط رو به این صورت به هم دیگه وصل میکنم، نقاطش رو انتخاب میکنم، راست کلیک، بیزیر کورنر، و دستگیرها رو جابجا میکنم به این صورت. قسمت هم انجام بشه. خب این شد کف زمین من که در واقع این باخچه های لوزی شکل قرار روش بشینم و ما حالت مثلا سبز و چمن رو داخلش داشته باشه. خب یه سری عکس دیگه هم اینجا هست، این برای طراحی حوضچه هاش میتونیم از این استفاده بکنیم، یعنی حوضچه های وسط اون برای میدون هستش. باز این هم به همین صورت، و این هم که پلاش هست. خب برای حوضچه های این قسمت ما یک شکل دیگر رو داریم. من باز میگم شکل درستی ازش پیدا نکردم توی اینترنت، دیگه مجبورم از چیز محدودی که از استفاده بکنم. خب این صورت شکل وجود داره که شما میبینید این حوزچه ها این صورت ادامه داره، میاد باریک میشه که این قسمت هستش، یه حوزچه مربع شکله و دوباره باریک میشه و دوباره یه حوزچه مستطیل شکل رو داریم. خب برای اینکه این رو مدل بکنیم میتونیم از همین نمای تاپش استفاده بکنیم. من فعلا برم سراغ مدل کردن این قسمت هایی که اینجا کشیدیم. خب این قسمتی که برای کل صفحه من صفحه زیر کشیدم رو میتونم کانورتش کنم به ادیتیبل پولی و تبدیلش کنم به یک صفحه کانورت تو ادیتیبل کلی، به این شکل تبدیل بشه به یک صفحه. خب قسمت هایی هم که به عنوان در اون باغچه ها و فضای سبز رو ما کشیدیم باید با هم اتش بکنیم. میتونید اتش هم نکنید، ولی خب اتش کردنش هم به شما کمک میکنه. خب من اینا رو با هم دیگه اتش میکنم، از اتش موت استفاده میکنم چون تعدادشون زیاده در دیسپلی شیپ، و کل این قسمت رو شما با کنترل A میتونید انتخاب بکنید، اتچ رو میزنید و همه این قسمت رو هم دیگه اتچ میشن. خب من میتونم اینها رو دوباره کانورتش کنم به ادیت پالی و یه مقدار سطحشون رو بیشتر بگیرم. میتونم همه سطوحش رو انتخاب کنم، یه اکسترود کوچیک بدم، مثلا اکسترود 10 سانتی متر. خب همینجا میشه در واقع جدول های این رو هم در واقع شما میتونید این رو مثلا 15 سانتی متر اکسترود بکنید و یه اینسرت. خب ببینید من قبل از اینکه اکسترود انجام بدم این نکته تا فراموش نکردم، چون این توی لاین خیلی راحت تر انجام میشه. تمام نقاط رو شما بگیرید و یه فیلت هم بکنید، چون این نقاط توی در خود تصویرم حالت گرد دارن، خیلی تیز نیستن. پس تمام نقاط رو من یه فیلت کردم تا اون گردی مورد نظرم به دست بیاد. بعد هم مرحله دوم میدم کانورت تو ادیت پولی. خب سطوح رو میگیرم اکسترود میکنم مثلا 15 سانتی متر، بله، و یه اینسرت رو به داخل به این صورت من میدم. خب میتونه اینسرت ما هم میتونه 15 سانتی متر باشه. خب
و اکسترود دوباره رو به داخل، منهای 10 سانتی متر رو اکسترود بکنم رو به داخل و یک فضای به این شکل برای چمن به دست میاد. و در میتونید در واقع فضا رو حالا با متریال یا روش دیگه تبدیلش بکنه به اون حالت چمن. خب این رو من برم و این قسمت رو هم ناچار باید مدلش بکنیم. بلند رو فعال میکنم به این صورت. خب اینجا هم باز به همون شکل منحنیش رو ایجاد میکنیم، نقاطش رو میگیرم ایزیر کنه و ایکس بینید. اینجا ایکس و باید با هم فعال باشه و اینه شما دستگیری که میگیره، هندلی که میگیره فقط توی یه جهت حرکت میکنه. شما با یه کلیک کردن روی این قسمتی که ایکس و وای به هم میرسن میتونید این کار راحت انجام بدید. خب اینترپولیشنش هم که زیاد میکنم مثلا باید 15 و به این صورت این قسمت رو درستش میکنم. خب یک قسمت هم اینجا داریم، اینجا هم میکشمش. خب کل نقاطش هم اتچش رو نکردم، اتچ مولت و تمام این خط ها با هم اتچ بشه. کل نقاطش رو میگیرم و فیلیت میکنم به این صورت. خب دور و مراحل بعد روش انجام بشه. Convert to Edit Poly، سطوحش رو میگیرم و Extrude 15 سانتیمتر، Inset 15 و دوباره اکسترود منهای 10 رو براش انجام میدم. حالا میتونیم به خطی که قبلا کشیدیم اتچش کنیم و بهش یه شکلی یک پارچه و حالا به این شکلی یک پارچه من سایمیک رو اعمال میکنم تا به سایمتری در جهت وای فیلیپ میرورش رو فعال میکنم و جا بجایی. شکل ما خیلی راحت میرور کردیم و این قسمت رو هم ایجاد کردیم. حالا من میرم سراغ قسمت بعدی کارم. خب برای قسمت قوسچه ها باید چی کار بکنیم؟ من تا قبلا گفتم اینجا یه معنی مدار بکشم پایین تا اینجا قبلا یه حالت پایین اومدن رو داریم، یه سری پله میخوره و باید این شکل رو ایجاد بکنم. یعنی یه اختلاف سطحی باید اینجا ایجاد بشه همونطور که تو این شکل شما دیدین، باید این اختلاف سطح ایجاد بشه بین سطح بالا و سطح پایین. تمام شد نزدیک چند 2-3 متر ده تا بیشتر هر کنون از این پله ها رو اگه ما بخوایم 15 سانتی متر بگیریم، در واقع 10 تا پله اینجاست، 10 تا اینجا، احتمالاً 10 تا این پایین، یعنی در واقع 30 تا پله 15 سانتی متری هستش. این از اینکه در واقع 3-4 متر رو باید اینجا فضا خالی کنیم. خب
برای اینکه این اتفاق بیفته من باید این سطح بالا رو ادامه بدم به سمت پایین، میتونم که سطح پایین رو یک شکاف داخلش به وجود بیارم، منتها قبلش باید اختلاف سطحش ایجاد بشه. خب برای اینکه بتونیم اختلاف سطح ایجاد بکنیم، میتونیم یه سری خط اینجا ترسیم بکنیم. از نمای تاپ من میتونم این کار رو بکنم، کانورتش بکنم به پلی و سطح روش رو انتخاب کنم. خب اینجا F2 رو میزنم، F3 رو هم Alt X رو هم میزنیم که بتونیم این خط رو، این صفحه رو زیرش ببینیم. خب من یه در کات رو میتونم اینجا انجام بدم به این صورت. خب این یه تیکه میتونه کلن اومده باشه پایین، یعنی همچین حالتی. مثلا از اینجا ما کارم رو شروع کنیم. به این صورت. خب حالا من میتونم این سطح رو موش کنم به سمت پایین، بزنیم این رو هم به این مقابل این پایین تر که راحت تر تیم کنم انجام بدیم. خب این سطح رو میگیرم، منطقه اگه من بخوام این رو موو بکنم بقیه سوتو هم باشه ممکنه کشته بشه. ببینید من Alt X رو اینجا به فعال بکنم، این سطح رو بدم پایین. خب ببینید یه در واقع کشیدگی تو کل سطوح اینجا ایجاد میشه. خب برای اینکه این اتفاق نیفته شما میتونید این رو اکسترود بکنید روی پایین همچین حالتی. خب من اکسترودش میکنم روی پایین، بعد میتونیم این قسمت ها رو اصلاحش بکنیم. ببینید شما وقتی این رو اکسترود میکنید پایین، خب این سطح ها باید مثل شیب دار بیان بالا. پس من میتونم این نقاط رو بگیرم و حالا این بار این نقاط رو موو کنم بالا. خب یه سطح در حال شیبدار ما ایجاد کردیم از یه ارتفاعی، در حال صاف می به ارتفاع دیگه. خب برای ساختن پله ها من در واقع میتونم این قسمت پله ها رو جدا بکنم، این سطح این دوتا نقطه به هم دیگه کانکت بشن و اینجا کلن دیگه بشه. خب یه باکس رو من اینجا میکشم، اسنپ رو روشن میکنم به این صورت، باکس رو اینجا میتونیم به این شکل بکشیم، کانورتش میکنم به ادیت پولی و نقاطش رو اصلاح میکنم تو نمای تاب. آلت ایکس رو میزنم، بله تمام نقاطش درسته. شاید این یکی رو ما باید اصلاح کنیم و به این بچسبونیم، چون برای این یه باکسه و نقاطش درست هستش. به این صورت من این کار انجام دادم، این سمت هم بینشه. خب برای ایجاد کردن این پله ها که رو به پایین میرن ما برعکس باید عمل کنیم، رو بالا باید بریم. خب من یه حساب کتاب دقیق روی این انجام بدم. اگه ما هر پله رو در حساب کردیم، گفتیم در 30 تا پله هستش و هر پله رو 15 سانت بگیرم، تا من 4 رو نیم رو من باید ارتفاع بدم به این باکسم. به سمت بالا میتونم بدم 450. این در واقع اختلاف ارتفاع واقعی من قرار بشه و تو رو به در واقع پایین. خب مطمئن این رو قرار نیست تمام این در واقع 4 نیم رو اینجا داشته باشم، فقط میخوام که شما این اختلاف ارتفاع رو ببینید. حالا میتونم اینجا تنظیمش بکنم و این ارتفاع رو باز کنم. خب اینجا اگه بخواد پله ها برسه به پایین، پس اینا هم باید
حداقل توی این شیب به اینجا برسم. خب اینجا هم که پله پله بکنم شکل شما تغییر بدیم. خب پیداش نمیکنم، اشکال نداره. خب اینجا در واقع چند تا پله میخورد. خب من میتونم فعلا اینا رو بیارم سمت پایین به این صورت. خب برای اینکه به بقیه شکل آسیب نخوره اینجا رو هم کانکت میکنم به این شکل. حالا میرم سراغ این پله خودم و اون مراحل روش انجام میدم. پله رو میگیرم، خب سطح اول رو میارم پایین و ارتفاع 15 سانتی متر رو براش در نظر میگیرم. این پله اول. خب یه سری کانکت باید روش بزنیم. من کانکت رو توی همش بدم و بوده 10 تا کانکت. خب 10 تا کانکت رو باید فشرده بکنیم. خب این رو اوکیش میکنم و اینا رو موف میکنم بیاد به سمت بالا به این صورت. خب باز من کانکت میگیرم دوباره به همین شکل 10 تا دیگه. میتونم اینجا فاصله شون رو بیشتر بکنم و باز اینا به این شکل بیان به سمت بالا و باز اینجا 10 تا کانکت میگیرم. خب یک سری از اینا باید با کنترل بک اسپیس پاک بشه که من پاگرد مناسب رو داشته باشم به این صورت. خب البته نه این درسته، تعداد این و من یاد کمتر میکنم. اینا رو هم که انتخاب لوپ و جا به جاشو میکنم. خب به این صورت حالا کل این صفحه رو رو من انتخاب میکنم و غیر از پلی اول که به اندازه 15 سانت خودش بالا اومده و 15 سانت بقیه پلا رو من میرم بالا، اپلای رو میزنم، دوباره پلا 15 سانت میت آلت اکس بزن بهتر ببینید میاد بالا. خب آلت رو میگیرم، پله دوم از انتخاب در میاد. به همین شکل شما اپلای پله رو از انتخاب در میاد و این کار رو ادامه میدید تا پلا کامل بشه. هر جام اگه پلا و اپلایتون زیاد زده شد میتونیم به کنترل زد در اون رو برگردونیم. مثل اینجا من میتونم کنترل زد بزنم و برش گردونم. پلیکم بردیم. خب احتمالا محاسبات اونقدر درست نبوده، اشکال نداره. من میاد این اسکیل میکنم و این رو میچسبمش. خب پلای اینجا هم در واقع ایجاد شد. خب من حالا باید اون نرده های کنارش رو براش مدل بکنم. میتونم باز از یه باکس دیگه استفاده بکنم به این صورت ویدیو رو اینجا میزنم و این پله رو به این شکل اینجا. خب convert to edit poly میشه و این نقاط رو من تنظیمشون میکنم به این صورت. خب یه سری کانکس رو ما اینجا احتیاج داریم.
موف میکنم. خطشون هم باید صاف بشه. یسر دوتان که بد با میشه. خب من یه اصلاح دوباره میکنم این خطوط رو، اینا به این شکل باید بیان پایین. خب این صاف میشه، این باز میاد پایین، این صاف میشه. بنویسیم خب این رو میتونیم یه قرنیز براش ایجاد بکنیم. سطوح روش رو من میگیرم، بیول میکنم و اولی مقدار میدم روی بیرون، اپلای رو میزنم و میدم روی بالا به این شکل و یه قرنیس رو هم براش ایجاد میکنم و این رو باید این سمت هم ما کپیش بکنیم. خب اینجا باید یه مقدار این سطح رو ما در بهترش بکنیم. میتونم این سطوحش رو انتخاب بکنم، یه تیسلت رو براش بدم که مقدار وجوهش و نقاطش زیاد بشه و نقاطی که نیاز دارم رو موف کنم به سمت پایین. خب برای اینجا رو کار انجام. اینجا هم تکمیل شد و پیلار هم ساختیم. خب این قسمت یه نکته که داره بعد ادامه سوتویش ساخته بشه، حالت نرمی ایجاد بشه و ادامه باخچه ها اینجا کار گذاشته بشه. خب من برای اینکه این قسمت رو بتونم صاف ادامه بدم، باز میتونم از کانکت استفاده بکنم یا از اسلایس هم میتونیم استفاده بکنیم. ادامه این قسمت رو صاف نگه داریم و این قسمت رو بساطه شیبدار طراحی بکنیم. یکی همین نقاط رو من میتونم به این صورت جابجا بکنم و همین کار رو خیلی راحت تر انجام بدم. خب نقاط رو هم به این شکل انجام بدم. خب ببینید تو هر مرحله شما میتونید سایمتری رو هم انجام بدید، یعنی یه قسمت راست رو انجام بدم با سایمتری قسمت چپ رو هم براش تکمیل کنم و مشکل ایجاد نما نخواهد شد. خب این راحتی کار شما در آن ایجاد میکنه، ولی من دیگه حالا این برم انجام دادم. خب اینم از اسکار. میتونیم شیب اینجا رو یعنی دارم ملایم ترش بکنیم. من اینو بیشتر مفهوم کنم جلو این شیب رو ملایم تر بکنم و برای این قسمت شما باید روی ادیت پولی تاب ادیت پولی رو اینجا اعمال بکنید. من برای اینکه سایمیت رو هنوز داشته باشم میتونم این کار رو انجام بدم و اینها رو به این صورت موف کنم پایین. حتی این شما این کار رو روی ادیت پولی اصلیتون هم میتونید انجام بدید. خب این دیگه خودش این سمت سایمتری میشه و این کارم خیلی راحت‌تر میکنه. خب حالا سطوح اینجا رو من میگیرم و یه مقدار بیشتر میارمشون بالا به این صورت.
میتونم یه اسکیل در جهت زد رو براش در نظر بگیرم. و ما هوستشا، خب باید بریم سراغ هوستشا ببینیم که چطوری این هوستشا رو باید تعریف بکنیم. خب من اینجا یه سری عکس رو بررسی میکنم، عکس خوبی هست. ببینید این سیستمی که ما اینجا حالا توی سطح رو بیارم بالاتر، خب این حالت رو در واقع ما باید اینجا بسازیم. طبعا فکر میکنم متوجه شدیم به چه صورت هستش. یک مستطیل بزرگه که به صورت یک 7 یا 8 در واقع تقسیم شده و یه اختلاف سطحی رو اینجا ما توش به وجود باید بیاریم طبق این عکس. خب به جای این که در واقع 8 شما یا 7 شما تمام میشه، یه در واقع مربع رو شما اینجا دارید. خب من میتونم این رو از روی عکس ها مدلش رو شروع بکنم. خب اول که این خط ها رو ما میکشیم، یک لاین کیفیت زیاد جالبی نداره ولی میتونم یه چیزی ازش در بیارم. با یک رکتنگل هم میتونیم این کار بکنیم. یک رکتنگل اینجا میکشم و این رکتنگل رو کپیش میکنم به این صورت. خب کانورتش میکنم به اسپی لاین، ورتکسش رو میگیرم و میکشم اینجا. خب حالا این در اون رکتنگل ها باید به هم دیگه بچسبن. من میتونم اینا رو به هم دیگه اتچشون بکنم و این اچ هایی بینشون رو بگیرم و دیواید بدم. خب اینجا میتونیم دیواید رو روی دو تنظیم کنیم و دیواید رو بزنیم. این خط های بین رو من میتونم دیلیت بکنم و با کانکت ورتکس هاشون رو به هم دیگه وصل بکنم. خب ورتکس اینجا هم که باز میتونه به این صورت ایجاد بشه. من شیفت رو موف میکنم، اوتو روی هم میذاریم و ورتکس رو ولد میکنم. خب یک نقال لوپ کار رو ما داریم ایجاد میکنیم. خب حالا این میشه نما این خط های دور پوستچای من و حالا من باید در قابلشون یک زخامت بدم. یه اوتلاین رو میتونیم اینجا بهش بدیم، مثلا 10 سانتیمتر. کانورتش میکنم به ادیت کالی. خب این رو یه اکسترود میدم 10 سانتیمتر. خوبه. خب یه پخی رو باید توش ایجاد بکنیم. من منطقه دور رو بگیرم. خب اینجا نمیتونم لوپ بکنم با خاطر اینکه در واقع سه راهی هست. یعنی من لوپ رو بزنم عملا اتفاقی نمیفته. لوپ توی 4 راه عمل میکنه، توی 3 راه عمل نمیکنه. خب من این رو یه چنفر میکنم و این صورت یک پخ ایجاد میکنم. خب توی شکلم اگه از نزدیکتر ما ببینیم، این پخ رو ما باید براش ایجاد بکنم. خب این پخ باید بیشتر بشه به این صورت و خب میتونم یک کنترل بک اسپیس بزنم، نقاط اضافه رو پاک بکنم، این سطح رو بگیرم و موش کنم به سمت بالا. البته خب این کنترل بک اسپیس رو نباید بزنم به این صورت. این کنترل بک اسپیس رو که دوباره زدم، این خط هم پاک شد بخاطرم این سطح ادامه پیدا نکرد، پس من دوباره برش کردم. منتها این که دوباره این دوتا خط هم نزدیک هست رو ما میتونیم خط بالایی رو فقط پاک بکنیم که حالتون هم باز نیاز نیست. ما نمیخوایم بالا خیلی حالت تیزی داشته باشیم، همین حالت من این رو رها میکنم. حتی ما میتونیم یه مقدار این رو رو به بیرون هم
رو به داخل هم بیاریم، مثلا من این سطح داخل رو بگیرم و یه اکسترود لوکال بکنم و این مقدار ضخامت این رو بیشتر هم بکنم. خب این قسمت دور رو ایجاد کردیم، حالا یک سطح بالاتر رو من باید اینجا بکشم براش. لاین دوباره میکشم و یا یک رکتنگل به این صورت. این رو کانورتش میکنم به ادیت پولی. خب سطرش رو مقدار سطح پایین تری در نظر میگیرم، بوردرش رو انتخاب میکنیم، شیفت و موف میکنیم. خب من اینجا یک کانکت میزنم و موش میکنم به سمت عقب به این صورت. خب این سطر رو ما ایجاد کردیم. خب اینجا باز یک سطر مشابه همون باید انجام بشه، منتها یه مقدار پایین تر. پس من از همه یه دونه میرور میگیرم، خب یه مقدار سطحش میرم پایین تر به این صورت. میبینید اینجا یه حوزچه دور خودش تشکیل میده. خب یه حوزچه با یه فرم خاص رو ما اینجا داریم، میتونید تو این شکل ها ببینید یا تو این شکل. در واقع یک مربع هست که اضلاعش در واقع یک مربع یک به علاوه داخلش خورده و اومده پایین. خب من همین رو ایجاد میکنم، یه باکس میکشم این شکل. اینو 2 متر در 2 متر میگیرم و میذارمش اینجا، کانورتش میکنم به تمیزین، ارتفاعش رو قبلش مشخص کنیم، ارتفاع 40 سانت یا 50 سانت رو میتونم براش در نظر بگیرم، کانورت به ادیت پولی. باز اینجا من کانکتایی رو باید بزنم، و هم به این صورت. خب این کانکتایی رو که زدم چنفر میکنم تا هر خطش تبدیل به 2 تا خط بشه به این صورت و موش رو میکنم به سمت پایین به این شکل. خب اینها موف شد به سمت پایین و یه شکل دوا دفورمه رو ما الان اینجا داریم. شکلی نیست که مثلا من بتونم بگم که دقیق هستش. برای اینکه این شکل رو بتونیم درست‌تر اعمال بکنیم، ورتکسش رو به هم دیگه ولد میکنم به این صورت، از ما کانکت میکنم و این شکل رو به این صورت دارم. اینجا یه مقدار باید بازتر بشه، من این قسمت پایین رو میگیرم، یه اسکیل میدم به این صورت و اینجا هم همزم یاد این رو بازترش میکنم، سطوحش رو انتخاب میکنیم و اکسترود لوکال به سمت داخل به این صورت. خب کلی مجموعه این مقدار ارتفاعش زیاد شده، من ورتکس های بالا رو میگیرم و موش میکنم به سمت پایین. خب یه شکل دیگر رو میتونم از یک زاویه دیگه ببینیم به این صورت هستش. خب این قسمت در وسط رو ما باید بشینیم درستش بکنیم. خب من این رو H4 به این صورت میگیرم، چنفرش رو میکنم به این شکل و
این سطوح وسط رو هم میتونم دیلیتش رو میکنم. خب این نقاط رو به هم دیگه وصل میکنم. و شیفت و خب خب در اینجا را بزرگترش میکنم. من ورتکس کلی این قسمت رو میگیرم، اسکیل میکنم که اینجا را بزرگتر کرده باشیم. خب اینجا برگرده بالاتر و خب یه تو رفت دیگه هم اینجا به سمت پایین برای یک شیپ دارن، اینا با موف کردن ایجاد میکنم. خب کل این مجموعه هم یه آده باید بیریمش بالاتر به این صورت. خب بسیار، این حوزچه رو تمام ما کامل کردیم. یه مقدار لبه هاش رو من میخوام گردتر بکنم. با یک چمفر تقریبا 1 سانتی متر میدم چمفرش رو. یک سانتیمت خوب هست و این آده سگمنتش رو زیاد میکنم. خب این رو دیگه میتونیم کپی بکنیم و تو بقیه قسمت هم داشته باشیم. خب من برگردم به شکلی که اینجا داشتم ببینم که این پست چا به چه صورت بعد قرار بگیره. خب درست هست. خب این مربع رو هم ایجاد میکنم اینجا و دیگه فهم کنم کاری برای بوسچش نمیمونه. این دوباره جا به جا باشه به این صورت وقتش هم میتونی یه مقدار لوزی تر باشه. باکس 80x80 فکر کنم داشته باشیم اینجا. بله خب این رو میچرخونم 45 درجه. کانورتش میکنم تو ادیت پولی. این سطح روش رو یه مقدار میرم بالاتر و ببلش میکنم. اول یه مقدار میرم بیرون، اپلای، صفرش میکنم و میرم بالا به این صورت. خب قسمت پایینش یه شکافی میخوره، یه این سطح بای پولیگو میکنید و این رو به این شکل کمش میکنم. خب ورتکس هاش رو انتخاب میکنم و بخ میکنم سمت پایین و اکسترود رو به داخل. خب به این صورت چون اینجا یه حالت شبکی داره من میتونم اینها رو دیلیتشون بکنم. یک باکس دیگه اینجا تعبیه میکنم به این صورت.
این موقع اینو میفرستم عقبتر و اینو میزنم والت لوکال که بتونم تو جهت خودش بچرخونم و تو جهت خودش موبش بکنم. اگه بخوایم موب بکنید میتونید از حالت لوکال استفاده بکنید. خب من اینجا رو ویو تنظیم میکنم یعنیش بالا و یه سری کپی ازش میگیرم، مثلا 15 تا کپی این شکل ازش تهیه میکنم. خب حالا این رو میتونید میرورش بکنید، من حالت لوکال میذارم و ببینید اینجا من میتونم از حالت پیک هم استفاده کنم که در جهت این جسم باشه و پیکش میکنم روی این باکس که اینجا کشیدم و خیلی راحت تر اینجا میتونم یک کپی رو انجام بدم. خب این رو کپی میکنم به این سمت، کنترل کیو که بتونم مشابه ها رو با هم انتخاب بکنم و باز این رو دارت باکس میذارم و میچرخونمش 90 درجه و این سمت هم اوکی میشه. خب کل این رو هم میتونم یه مقدار چنفرش بکنم، ایج هاش رو یه مقدار حالت نرم تری بگیره، چنفر 1 سانتی متر و یه مقدار سگمنتش اضافه میکنم. خب و کلش رو میکنیم یه حالت گروپ. اسم باکس منیجر در نظر بگیرم. خب حالا میتونیم این رو تعدادی که میخوایم کپی بکنیم، من از لوکال ببرش میزنم و نیست. خب فقط میمونه این قسمت روزی اینجا که میتونم باز به شکل لاین این رو ببندم. خب ببینید این اتفاقی که اینجا افتاد به خاطر اینکه شما وقتی که تو نمای تاب داشتید این کار میکردید اسنپتون روی 3 بود، یعنی ارتفاع هم اسنپ میکرد. من میتونم اسنپ رو اینجا رو 2.5 بذارم و جلوی این اتفاق رو بگیرم. خب کانورت تو پولی و یک زخامت هم براش در نظر میگیرم، این باید بیاد اینجا. خب من این قسمت پایین رو میخوام بگیرم که مقدار ارتفاع این رو بیشترش بکنم. خب از نوعی لیفت باید ترسش به این صورت و این ارتفاع رو من مقدار بیشتر میکنم. خب قسمت حوزچه های ما هم ایجاد شد، میتونیم بگیریم گروپش بکنیم و دیگه فقط میمونه کار کپی کردنش. این سطر رو من دوباره میتونم بدم قسمت پایین قرار بگیره و اینها رو حتی اجازه بدم اول کپی هاشو بکنم و بر اساس این الگویی که روی این سطر دارم
اون قسمت آخرم که باید حذف بشه و این بسته بشه. خب من میتونم این رو این کار روش انجام بدم، گروهش رو اوپن میکنم و این قسمت ها رو حذفش میکنم. خب سالت اینستنس خارج میکنم و دیلیت. این نقاط هم باید من دیگه وصل بشه، میتونم اچ هاش رو بگیرم و بریجشون بکنم. خب اگر که اینها بریج نشدن، شما توی سایز دستی این کار انجام بدین. حالا من یه بار دیگه این رو تست میکنم. بسیار خب، این قسمت هم که باید اصلاح بشه، من اینجا رو میگیرم و اصلاحش میکنم. یه اسکیل که صاف بشم و این قسمت به این صورت دیلیت بشه. همه قسمت ها درست شد، حالا باید برگردیم اون قسمت اول با هم اصلاحش بکنیم، چون این رو از حالت اینستنس خارج کردیم. باید دوباره برگردیم و مثل دست این رو درست کنیم. خب من اینجا کانکت بزنم دوباره دوتا فاصله شون و اسکیل صافش رو میکنم. سطح بین رو هم دیلیت میکنم. خب اینجا هم که باید دوباره به هم دیگه متصل بشه. خب این هم از قسمت هوستچه ما. خب تمام قسمت ها رو میتونیم بگیریم و یه مقدار روتیتشون بکنیم. در جهت Y و اینستانس رو هم میزنم. خب از این جهت رو چون حالت لوکال هست درست بر من نگرفت. حالت اینستانس در جهت Y و خب اینم از قسمت محبت همون. این هم که باید بیاد روی این سطح قرار بگیره. بسیار محبت های آزادی هم توی این پارت ساخته شد. انشالله توی پارت بعدی روی جزئیات مدل سازی ها کار میکنیم و دیگه میریم سراغ بحث متریال که ببینیم چطور اصلا باید به این برج آزادمون متریال رو اعمال میکنیم. خب امیدوارم که تمرین خوبی ازتون ببینیم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.